میلیون مسلمان شیعه دزد و شریک دزد اطلاق کردید. لذا من از شما میخوام اگر این سبک و سیاق رو نرم کردید و این توهین ها رو گذاشتید کنار، ما هم با کمال میل در خدمت شما و همه دیگر برادران و خواهران اهل سنت خواهیم بود برای ایجاد مناظره و مذاکره و همچنین تصمیم گیری شما آقای و تصمیم گیری در خصوص که اهانت نشه در برنامه من اختیار خودم رو دارم. حقش تلویزیون شما اگر دنیا رو به من بدن من در خودم عوض نمی کنم. بله. اما در برنامه شما نه من تو خیلی خب به هر حال خیلی ممنون. خیلی ممنون از این که در برنامه ما حرمت نگه می‌دارید و عرض کردم اونم پیشنهاد من هست، حتی در برنامه خودتون حتما صحبت های شما شما راه میدین. نه حتما شما یادی ندارم. نه حتما با همین ادب با همین احترام شما میبینید هر کی به من ببینید در بیشتری از ما خواهد. آها ولی روزای توضیحم بدم و تموم کنم. شما ذکر کردید من کاملا از ته دلم بهش معتقدم. لذا حتی در برنامه های دیگه حتی در تلویزیون های دیگه در برنامه های دیگه تون توصیه من نصیحت من اینه دوستانه برادرانه اگر لحنتون رو آرامتر کنید و این تعبیرها رو استفاده نکنید، حتی اگر آه. که نظرتون این هست حتما قبول میکنم جناب جانم شما همین نصیحت رو به آقای رهبران سیاسی ببین نه من به همه به طور من به همه به طور عموم به همه به طور عموم نه ببینید وارد مسائل سیاسی دارید میشید با اینکه تا به الان خوب نگه داشتید نه تا الان شما وارد مسائل نه به هر حال ببینید لطف کنید حالا من این نکته دیگرم توضیح بدم درباره اینکه شما گفتید اسم من رو کامل ننوشید. ما از شما درخواست کردیم آقای نه اجازه بدید همون دیگه برای این یک روال عادی بوده که نه ما از آقای قزوینی خواستیم مدرک علمیشون رو بفرستن و همچنین اسم کاملشون رو که طبق یک مدرکی باشه ایشون لود کردن فرستادن برای ما و از شما درخواست کردن شما نفرستادید لذا مجبور شدیم من زنگ بزنید من زنگ زدم ببینید آقای قزوینی آقای قزوینی اجازه بدید من از آقای قزوینی سوال دارم آقای قزوینی من امروز چه ساعتی به شما زنگ زدم؟ بله امروز من چه ساعتی به شما زنگ زدم؟ امروز من چه ساعتی به وقت ایران نزدیک ظهر بود زنگ زدید به ما امروز مورد ساعت تقریبا 10 صبح به وقت ایران بود امروز الان نه امروز قبل از ایران پنج دقیقه قبل از برنامه آقایون عرضم به حضور شما اتاق فرمان هم حاضر ناظرن من به کرار اقلا 10 دقیقه پای تلفن نشستم جناب آقای ملازاده که به شما زنگ بزنم انقدرم گرفتم که شماره شما رو حفظ شدم ولی متأسفانه شماره شما اشغال بود و من میخواستم با شما صحبت کنم برنامه بودم آها ارحال من اطلاع نشم شما روی برنامه دیگه هستید ولی زنگ زدم 10 دقیقه گوشم حتی شما رو من الان حفظ به هر حال خب بگذاریم بعضی از این نکتات باید گفته میشد و ممنونم به هر حال از جناب آقای قزوینی جناب آقای ملازاده که در این مناظره شرکت کردن و انشالله که یک منشأی باشه برای برنامه های آینده کاملتر بهتر. آقای قزوینی شما هم به هر حال ایشون در انتهای برنامه که 2 دقیقه صحبت کردن اگه 2 دقیقه شما میخواید صحبت کنید بفرمایید که اگرم نه که خداحافظ کنید. البته من از ایشون باز تشکر میکنم از اینکه در این برنامه تقریبا تا حدودی جز یکی دو مورد واقعا ادب و احترامی که ما نیاز داشتیم در بحث و مناظره رعایت بشه رعایت کردن. اگر بحث به این منوال پیش بره ما با آغوش باز نه با ایشون از افرادی که از ایشون هم تندتر هستن ما حاضر به مذاکره هستیم با همدیگه صحبت کنیم این قضایا در یک جلسه دوستانه مسئله حل بشه. ایشون ادله خودشون رو میگن ما هم ادله خودمون رو میگیم همونطور که ایشون بحث وحدت میان مسلمین رو مطرح کردن این رو بدانن در طول تاریخ اون که قربانی اختلاف شده شیعه بوده نه اهل سنت همواره کشت و کشتار مال شیعه بوده ترورها
نصیبش مال شیعه شده. امروز هم الان چه در ایران، چه در افغانستان، چه در پاکستان، چه در عراق، هر روز ده ها و صد ها خون شیعه زمین ریخته میشه. من فقط یک نکته رو به این عزیزم دارم عرض میکنم. ایشون که خیلی اصرار کرد بر اینکه ما خلافت رو و امامت رو چنین میدانیم، حداقل ایشون حاشیه رد المختار ابن عابدین را که من گمانم ایشون قطعا ارادت داره جناب آقای ملازاده جلد اول صفحه 605 نگاه کنن، ایشون در اونجا داره من انکر خلافت ابی بکر فهو کافر. همین تعبیر در فتاوای هندی سرعانی هست، در البحر الرائد ابن نجیم از روزت و طالبین محی الدین نووی هست. قضیه وقت تموم اون قضایا بریم، اگر بریم مسائل خیلی فراتر از اینها. خیلی ممنون. امروز در دنیای امروز باید چیکار کنیم در برابر دشمنان قسم خورده در برابر اسلام؟ اون باید این داریم مطرح بشه، هر طرف هم قطعاً افراد تفریجه درست بشه. قطعاً همه ما دوستدار اسلام هستیم و همه ما معتقد به وحدت اجتماعی هستیم، ولی وحدت عقیدتی هرگز تحقق پیدا نمیکنه و اشکالی هم نداره تحقق پیدا نکنه. وحدت اجتماعی و سیاسی باید باشه، ولی دوستانه در کنار هم صحبت میکنیم و نقطه نظرات خودمون رو منتقل میکنیم. این برنامه به طور آزمایشی اجرا شد، عرض میکنم تا ببینیم تا چه اندازه ما میتونیم در کنار همدیگه صحبت کنیم. خودم فکر میکنم برنامه مثبتی بود از نظر رعایت شؤون اخلاقی و شؤون مربوط به مناظره، و الحمدلله انشاءالله هم مثبت بوده باشه، قابل استفاده برای بینندگان عزیز. عرض میکنم باز در این باره که این برنامه و شبیه این برنامه ادامه پیدا بکنه، هیئت مدیره تصمیم میگیره و به هر حال اون هم اجرا خواهد شد. آقای ملازاده اگر فرمایش ندارید، چون برنامه تمام هست، از شما هم خداحافظی کنید. شکرم، خیلی متشکرم. منم با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که خداوند به خاطر انصاف شما در توزیع وقت شما جزای خیر بده. خیلی ممنون. بنده هم از شما متشکرم. کم و کاستی ها رو هر دو بزرگوار بر ما میبخشید. جناب قزوینی فرمایش ندارید، خداحافظی کنید. التماس دو از شما و متشکرم از بزرگواری های شما و همکاری های این شبکه سلام. خیلی ممنون و متشکر. پاینده و پیروز و سرفراز باشید. دعا میکنیم که خداوند تبارک و تعالی انشاءالله به ما شرح صدر بیشتر بده و در جهت بندگی و عبودیت خودش ما را ثابت قدم قرار بده و خالصانه تر مراتب عبودیت و بندگی رو انشاءالله انجام بدیم و به وظائفمون آشناتر بشیم و به معارف قرآن و به آیات قرآن بیشتر و بیشتر آگاه بشیم انشاءالله. تا دیگر برنامه، از همه شما بینندگان عزیز هم که صبر و حوصله‌ای داشتید و همراه ما بودید و تحمل کردید این برنامه رو، تشکر و سپاس و قدردانی دارم. همگی شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.